سلام دوستان خوب من، چطور هستین؟ برزو بهنام هستم، در خدمتتون هستم برای لایو امروز. امیدوارم خوب و سلامت باشین و ببینم که دوستان ما دارن میان سر کار یا نه. سلام، چطوری عزیز؟ مریم خانم حال شما چطوره؟ خوب هستین؟ پال سم چطوری تو؟ قربان سیاوش جان چطوری؟ امیدوارم خوب و سلامت باشین و ما این طبق معمول بیایم صحبتمون رو شروع بکنیم و ویدیوامون رو بذاریم براتون. نیا جان چطوری؟ خوبی؟ ببینم کیه دوستان دارم میان. استفان جان چطوری تو؟ سلام بهزاد جان، حالت خوبه؟ امیدوارم خوب و سلامت باشین شما همه. روز عالی هستش امروز و یه برنامه خوب و پر انرژی و اینفورمیشن زیادی براتون خواهم داشت. قربان شما محمد جان چطوری تو؟ خوب هستی؟ قربان سم جان چطوری؟ عباس جان حالت چطوره؟ خوب هستی تو؟ امیدوارم همه سلامت باشین بچه. تمام اینفورمیشن هایی که ما میذاریم، دوست خوب ما آقای علی اینو برای شما تو تلگرام میذاره و یوتیوب و جای دیگه هست، اگه تونستین بسنین استفادهش کنید. لازی جان چطوری تو عزیز من؟ خوب هستی؟ قربان تو برم. خانم خوشگل ما مالیه اینجا نیست، رفته ای که به خودش برسه، رفته این کارای خانوانه بکنه و اینا، کارایی که زنها باید بکنن برن بیرون خوشگل بشن و اینجور چیزا. بعد شاید اواخر این ویدیو بیاد، ولی خب این روز گذاشته دسته من، هرچی بد دیدی خراب شد تأثیرش برم ایشون نیستش. امیرعلی جان چطوری؟ الهام خانم 2023 چطوری عزیز؟ حالت خوبه؟ بچه خب میخواستم درباره ایویشی براتون صحبت کنم و سوالایی که برای من کرده بودین، از من کرده بودین، بتونم جایی که میتونم جواب بدم و امید بهتون بدم که برای کسایی که میخوان برین دنبالش این کار همیشه شدنی هست. ولی طبق معمول همیشه باید چیکاری شروع کنیم؟ اینو باید با شادی این ویدیوهای من درست بشه، با خنده و لبخند و انرژی خوب. و چه کسی بهتر از این که آقای اندی دوست خوب ما که همیشه ما در خدمتشون هستیم بودیم و اینکه واقعا یکی از به نظر من یکی از آدم های موفق و واقعا down to earth، یعنی خاکی هستش، یعنی واقعا از اون هنرمندانی هستش که مردم نه صداشو فقط دوست دارن ولی از وجودش دوست داره، آدم واقعا محشری هستش. و اینو میخواستم بهتون بگم، من خیلی بیشتر که مردم از امریکا بد میگم مرگ بر امریکا، مرگ بر کارهایی که امریکا کرده اینا، ولی ببینید من یکی میخوام با شما جدی بشم، با خلبخند جدی بشم، اینا همه چرت و پرته. ما آدم های خارجی، این من، این اندی، این دانشمندایی که تو امریکا هستن، دکترایی که تو امریکا هستن، خلبانایی که تو امریکا هستن، حساس بعضی هستن داره برای سناتورا و کانگرس امریکا دارن میرن. یه آدم خارجی پا میشه توی این کشور بیاد، این آزادی رو به ما میده که بتونیم این کارا رو بکنیم تا جایی که بتونیم خودمون برسیم. اصلا برایش مهم نیست ما از ایران اومدیم، دینمون چیه، از آفریقا اومدیم، از هند اومدیم، از چین اومدیم، اصلا برایش مهم نیست. یعنی واقعا اگه من شخصا بخوام بگم، اقراقم نکنم، is a plain field، یعنی یه زمین بازه که همه میتونن بیاش توش بازی کنن و ببینید تو چند مرده حلاجی به کجا خودتو میتونی برسونی. آدم های بد هستن اینجا معلومه که هستن، آدم های خوب هستن معلومه که هستن، ایرانش هم همینجوره، درسته، همه جنبی دنیای طوریه. شما فقط تنها کاری که باید بکنین خودتونو باید با اطرافانی کسانی باشون باشین و با اونا طرز فکر داشته باشین و همکاری بکنین و علاقه نشون بدین که اینجور کسا آدم هایی باشن که شما رو قوی کنن، تقویت کنن، بیاین بالا. وقتی من رفتم اینترویو برای یونایتد، فکر کردی کسی گفت تو ایرانی هستی یا نه، یا دین چره اینطوریه، یا چرا اون زمان ما بودشیم، چرا مود بلنده یا مود کوتاست، یا اگر خانوم بودی باید مجبور می‌شدی که
چیز بذاری سرت، چی میگن، چادر سرت کنی یا حجاب ببندی، اصلا این چیزا نیستش. اینجا تا جایی که میتونی خودتو میتونی برسونی، و چقدر باعث افتخاره کسی که تو از ایرونی بیاد تو امریکا، خواننده که بشه هیچی، محبوب که بشه هیچی، هم فارسی بخونه هم انگلیسی بخونه، هم تو هالیوود ستار داشته باشه به عنوان بگه بهتری سلبریتی های دنیا. یعنی اینو خواهش میکنم اگه بتونی درک بکنی که این مشکل امریکا نیست، مشکل دولت ایرانه، میبخشید دولت ایرانه که نمیذاره شما به اون چیزی که باید برسیم. ما اینجا انقدر مزایای خوب داریم، انقدر مزایای خوب برای من درست نگردن به خاطر کاپیتان بهنام نبود، مزایای همیشه بوده، ما باید ازش استفاده کردیم و به عنوان یه آدمی که میتونه برای جامعه آدم مهمی باشه و آدم خوبی باشه و کار درست بکنه، همه چیز فراهم هست، همه چی فراهمه. من این مدت زیاد خیلی میبینم ویدیوهای مختلف از ایران که میاد، این آخونده تو خیابون به خانوما تهمت میکنن، فوش میده، فلان فلان شده، چادر تو سرت کن یه حجاب ده ببن. بابا این میتونه دختر خودت باشه، میتونه زن خودت باشه، آیا با اونا اینطوری تو رو صحبت میکنی؟ یعنی این سر کچل من تیر میکشه و اصلا نمیتونم اینا رو یعنی مجسم بکنم، چقدر بی احترامی زیاده، چقدر مردم اونجا خشن شدن، چقدر استبدادی هستش، و همه اینا عوض خواهد شد. من بهتون قول میدم عوض میشه، اگه شماها بخواین همه چی عوض میشه. حالا اونو بذاریم کنار، برگردیم به دوست خوبمون و با آهنگ شاد شروع بکنیم. قربان شما برم امین جان، چطوری؟ فروزان خانم حال شما خوب هستی؟ قربانت برم. بچه با انرژی شروع کنید، دست بزنید، لبخند بزنید، تا جایی که میدونید خود رو شاکر. حال کیوان جان چطوری تو؟ آرمینو سلام، آمیز دوست من چطوری عزیز؟ امیدوارم خوب سلامت باشی. بچه سجا که بودیدی برفتی اینا رو کسی نمیدونه ازتون بگیره، خوشحالی و اینا رو کسی ازتون نمیگیره. کامل جان باعث افتخار من اینجا، قربانه. بچه این لبخند و انرژی رو راست و اینجور کسا رو نمیتونه ازتون بگیره، باشه؟ پس همیشه تا جایی که میتونین سعی کنین انرژی برای خودتون بدین. و من به شما یه قولی بدم، بچه های ایرونی، جوان های ایرونی، منظورم از جوان ها 17، 15، 16 سال هست تا 45 سال، اینا زندگی مال شماست، دنیا مال شماست. این آخوندهی که بیره خدا خنده میره، یارو با قیافش اومده آیفون گرفته دستش، داره یه دختره رو عکس میگیره میفرسته به چیزای ارتباطات ایران، خبر داره میده که آقای خانم فضل چادر با به تو چه برو کار زندگی رو. آیفون رو دستش گرفته، تکنولوژی آمریکا رو دستش گرفته، داره به اینو ریپورت میده. این تکنولوژی رو میدین که درست کرده؟ می دنیا دست کیاست؟ اونا که شما متوجه نمیشین تو ایران، دنیا دست این بچه های 19 ساله، 20 ساله، 22 ساله، 24، 5 ساله هستش که تو گوگل کار میکنن، تو اپل کار میکنن، تو آی بی ام کار میکنن، تو مایکروسافت، تو فیسبوک کار میکنن. اینا دارن دنیا رو میچرخونن، نه شما پیر و پتالا که اصلا نه سوادی دارین نه چیزی، اینا که دنیا رو دارن میچرخونن، اینا که تمام تکنولوژی ها. ما 100 برابر اینا بهتر تو ایران داریم. مشکل بزرگ ایران میدونین چیه؟ سرمایه بزرگترین میدونین ایران چیه؟ مشکلش که مرد یعنی دولت اهمیت بهش نمیده، بزرگترین سرمایه ایران مردمشن، مردم ایران با ارزشترین سرمایه اون دولتن، نه اون کاخهای علکی که ساختیم، نه موشک های علکی که درست کردین، نه کشتی نفتی رو که رفتین رنگ زدین بگیم ما
کشتی چی میگن دریایی چی بهش میگن اینا رو ناو جنگی داره کشتی تارا خدا کشتی دفتر رو گرفتن جنگ رنگ زدن یک کشتی باری رو گرفتن رنگ زدن بیا ما ناو شکل داریم بگذاریم از اینا. خب سوالا که شده بود خیلی سوالا شده بود و من دلم میخواد که دوباره اون سوالا بهتون جواب بدم بذار این سوالا رو بیارم بیرون ببرم بچه ها چیا پرسیده بودن و خب سوالایی هستش که قبلا شده و من برای من اصلا مسئله نیست تا هر چند بار که بخوام براتون شرح میدم برای تمام اینفورمیشن ها رو ویدیوهای من هست به اضافه اون اینفورمیشن هایی که تو چیز هستش تو اینترنت شما میتونید بگیرین. بچه یه چیزی هم بهتون بگم میگم بعضی میگن اینترنت ایران خوب نیست و کنترل میشه و فلان یه چیزی هست به نام VPN فکر کنم شنیده باشید راحت میتونید برید رو اینترنت تحقیق کنین VPN بگیرین و بتونین خودتون به جای دنیا برسونین به تمام مرکز معلومات دنیا برسونین. یا آقای پرسیده بودن آقای امیر حسین کتابی از من پرسیده بودن تویش برای ایرکرافت مکانیک چقدر کورسش چقدره. این کورس ایرکرافت مکانیک یا یه ساله هست یا دو ساله. اینجا بالای 1000 تا مدارس مختلف وجود داره که شما میتونید برین رشته مکانیکی هواپیما بخونید. یعنی هم فقط رشته مکانیکی وجود داره بهش میگن AMP A for aircraft and P for power plant maintenance. AMP شما میتونید هم رو بدنه هواپیما رو درست بکنید هم میتونید رو موتورش کار بکنید. بعد اینم این حالت دکتر داره. وقتی شما دکترات گرفتین میتونین بعد برین تمام انرژیتون رو بذارین فقط برای یه قسمت مهم. مثلا یه دکتری هست فقط جراح قلبه، یه دکتری هستش برای جراح کبده، یکی برای مغز، یکی برای گوش و چش و اینا. برای موتور هواپیما اینطوریه، یکی میتونه فقط رو فیول سیستمش کار کنه، یکی میتونه رو هیدرولیک سیستمش کار کنه. خرج اینا مکانیکی از خلبانی خیلی کمتره، حدود 20-25 هزار دلار. مدارسی هستن که شما میتونین فقط برین اونجا درس بخونین یا میتونین برین دانشگاه رشته 4 ساله بخونین که روش AMP هم داشته باشه به عنوان منیجمنت، ایویشن منیجمنت. دقت کردین به عنوان ایویشن منیجمنت شما میتونین اینم بخونین. رو همین حساب هم میتونین دانشگاه اقدام بکنین هم میتونین مدرسه برین. بعضی اینجا هم هستن یه مکانیک شاپ کسی داشته باشه که هزاران هزار هزار هستش. من خود هواپیمای شخصی میبرم میدم دست یه مکانیک که اون فرض کنین فیز اینسپکشناشو 50 ساعت و 100 ساعت و اینا رو انجام بده، انیالشو انجام بده که هر سال این هواپیما از نوکش دومش تا چیز ملخش تا دومش همش باید باز بشه، نگاه شده باشه، بعد بذارن سر هم که هواپیما خوب باشه. رو همین حساب این مکانیکی‌ها که من فرضاً هواپیما رو میبرم خودشون کسایی دارن اونجا براشون کار میکنن. اگه شما امریکا بودین میتونین برید برای یکی از اینا کار بکنین و ساعت بزنین، بعد همونجا که مدرسه کار میکنین کتابی هم بخونین و اون چیزو تجربه رو اونجا بگیرین. بعد این دوتا تجربه رو که داشتین چند صد ساعت بود و اون مدرکی که گرفته بودین نوشته و کتابیشو بعد میتونین برید امتحان بدین AMP تون رو بگیرین. این یکی از این خرجم بوده 20-25 هزار دلار نیست. شرکت یونایتد آقای محمد امیر پرسیده سلام کاپیتان، شرکت یونایتد خلبان یا کمک خلبان رو تا چه سنی استخدام میکنه؟ برای ما تو امریکا اینجور چیزا زیاد مهم نیست سن و سال چیه. اگه کمپانی احتیاج داشته باشه شما رو بخواد استخدام بکنه سنت به اون صورت مهم نیست. این چیزی که مهمه که 65 سالگی شما بازنشست میشین و اگه هرچی جوانتر باشی براشون بهتره. اگه یکی 30 ساله رو استخدام بکنن از اون طرف این 35 سال استفاده بکنن، چون بعد از بازنشستگی باید حقوق بازنشستگی بدن، باید تمام مزایا رو بهشون بدن که بتونن پرواز بکنن اطراف دنیا، بیمه شون رو بدن، اینجور چیزا. رو همین حساب هرچی بیشتر از شما کار بکشن برای اونا بهتره و اگه اینا رو استرچ بکنیم بر روی 30 سال برای کمپانی بهتره. ولی کسایی هستن که من دیدم، به خدا میگم و شوخی نمی کنم،
45 میگم بخشی 50-55 سال. پارسال یونایتد یه خانم سیاه پوسته که مادر بزرگ بود 55 سالش بود استخدام کرد. این نگاه نمیکنه طرف سیاه پوسته، طرف زنه، طرف حجاب نداره. آی خدا 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 خدم بگیره، حجاب نداره. میونه طرف چیه؟ رفت زندگیشو کرد، بچه دار شد، بچه هاش رفتن دانشگاه، بعد مادر بزرگ شد، خلبانی کرده بود 20-30 سال گذشته. اومد تمام کورسا رو دوباره ریفرش کرد، دقت کردید ریفرش کرد، بعد امتحانشو پس کرد. امتحان پس بکنه علکی که نیست، این ایران نیستش که بری به یکی پول بدی یه دم یک کسی رو ببینی مثل که یا فلان کسک عمود باشه تو نیروی هوایی اینجور چیزا بتونی بری کار بگیر. نه، اینجا میای امتحان میدی قبول، یعنی امتحانو که پس کردی نه به قیافت کارت، نه به چطوری صحبت میکنی، نه دین چیه، بهت کار میدن. به خدا میگم یه خانم 55 سال اومد کار گرفت. پس تو امریکا این چی مسائل زیاد مهم نیست. مثلا حالا شرکت هایی که فرسون به ابهت امریکا یونایتد نیستن یا امریکن یا دلتا، هرچی هپمان، ببین هر هپمان یه اون هپمان نیست. بیشتر شرکت هایی که ما کار میکنیم براشون، ما میایم انتخاب میکنیم چه شرکتی براش کار بکنیم که بهترین مزایا رو بده، بهترین حقوق رو بده، بهترین هپمان رو داشته باشه، بهترین رتهای دنیا رو داشته باشه. دقت کردی؟ رو همین حساب چویس دست ماست، ما انتخاب بکنیم که بریم برای کی کار بکنیم. چون هزاران هزار شرکت های هپمایی از بزرگ گرفته تا کوچیکی هست، میگه شاید هزاران هم بگه بهت قول میدم 400-500 تا هستن تو امریکا، همونطوری که قبلا گفته بودن تمام هپمای ایران و شرکت های تمام ایران رو هم بذارین فکرم 250 تا باشه. از این 250 تا هم که نصفش الان گرند شده، 100-150 تا پرواز میکنه. بی احترامی نمی کنم، فقط میخوام دوزاریتون بیفته. یه شرکت یونایتد فقط یک دونه شرکت بالا 600 تا هپما داره. یه سرش هم ما پارک کردیم، الان گفتن که همه دارن برمیگردن که باز بره پرواز کنه. شرکت یونایتد، من یه چیز شد، یکی گفته بود که جی دی پی ایران پارسال 15 بیلیون دلار بود. جی دی پی کشور 80 میلیون 15 بیلیون دلار بود. امریکا آدمایی وجود داره که 15 بیلیون خودشون بیشتر دارن. خود یونایتد یه شرکت اندازه جی تی بی ایرانه. چی کار کردن اونا با این کشور؟ تو رو خدا، با خدا چی کار کردن؟ و به هر حال من اگه بتونم یه روزی در آینده کسی از من بخواد، یه بهترین ایرلاین رو برای ایران درست خواهم کرد که تمام جای دنیا که بره چی نمبر وان باشه تو سرویس، نمبر وان باشه تو اکویپمنت، بوینگای 777 و 787 و 747 برش بذارم، هم پسنجر هم کارگو، صدها هزار کار برای شما ایرانی های خوب و عزیز اونجا درست بکنیم، دیگه احتیاجی به خارج بودن نباشه. نه فقط ایرلاین مهمه، اون خود ایرلاین چون خلبان و مکانیک باید بگیره، باید 10 تا 20 تا مدرسه خلبانی بزنه، 20 تا 30 تا جاهایی بزنه که بچه بتونن درس بخونن برای مکانیکی. یعنی یه شرکتی که من بخوام تو ایران درست کنم، خود اون 100-150 هزار تا خدمه خواهد داشت. واقعا یه شرکت بزرگ اینترنشنال ایرلاین هر جای دنیا، امریکا یا ایران یا ترکیش یا امارات، اینا حالا اونام به اون بزرگی نیستن ولی میتونن باشن، راحت باید بتونن 100-150 هزار نفر آدم استخدام کنه. اگه وارد یونایتد شما بشین، همیشه از پایین 00 شروع میکنه، یعنی کوپالت 737، نمیگم صفره ولی کوچکترین هاپ ما، و به عنوان کمک خلبان از 737 میرین ایرباس A320 و بوینگ 757 767 بعد 777 787 777. بعد که کاپیتان شدی باز برمیگردی پایین، کوچکتری هپ ما که هم بوینگ 737 خواهد بود، باز از روی اون میری بالا 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 تا آخرش یه جای برسی که ما هستیم که بوینگ 777 هستش و کاپیتانش و سینیر پایلوت. سعید حسین میگه چاکرتم کاپیتان، منم قربانت برم سعید جان، خیلی ممنون. درود بر شما کاپیتان، انقدر که به وطن و وطن ایرانیتون مثل
کمک بکنی. کاش مثل شما بیشتر بودم. من چی بگم دیگه، عشق من شما اینو واقعا دوستتون داریم ما، هم من هم خانواده هم علیه. اصلا من تا حالا ایرانی ندیدم که ایران و ایران زمین و ایرانی دوست نداشته باشه، از آدمای فقیرش گرفته تا آدمای ارشد و دانشمند و همه جایی که من ایرانیایی که دیدم واقعا تپش قلبشون تپش میزنه برای شما. و اینو من بهتون بگم، ایرانیایی که اینجا هستن، حداقل ایرانیایی که من اینجا میشناسم، خیلی بیشتر وطن پرستی هستن از اونایی که تو ایران آدم میکشن. من اینو بهتون قول بدم، ایرانیایی هستن که گریه میکنن برای شما اینجا، ولی دستشون باز نیستش، ولی به امید خدا دستشون باز خواهد شد به زودی. من قربان محبت شما برم بچه‌ها که خیلی خوب هستین. چون مدیکال اوکی. آقای رضا میگه سلام استاد، من این دوره آموزشی رو رفتم ولی به پرواز نرسیدم چون مدیکال رو رد کردم به خاطر اینکه گفتن متافدین دراگ زده بودی، ولی من هیچ وقت مصرف نکرده بودم. رضا جان این احتمالش هستش که تو بری مدیکال بدی و جواب منفی داشته باشی که تو مواد مخدر زده بودی. یه چیزی هست به نام پاپی سیدز، اونام که پاپی سید یا کنجد یا نمیدونم این چیز فارسیش رو نمیدونم، ولی پاپی سید، خود ما هم اگه پاپی سید بخوریم توی شربت یا چای اینا، اون احتمالش هستش که تست بلاد یا ادرار شما که باید تست بدین اون ممکن نشون بده که شما مواد مخدر زدین. نظر این تو رو چیز بکنم، اگر ما مواد مخدری هم بودی تمیز شدی، تو الان یه آدم جدید شدی، این نباید مشکلی داشته باشه برات. دقت کردی؟ اینا وقتی که میری یه آزمایش خون ازت میکنن، یه آزمایش ادرار، و اگر تو تمیز باشی تمیزی، اگر نباید بدون جریان چه چی خوردی، شاید اصلا یه چیزی باشه که توی ادرار و خون تو به عنوان مواد مخدر میاد بیرون. و میگم نظر اینو تو رو چیز بکنه، دل سردت بکنه، باز میتونی بری دنبالش. سلام، میتونی منو بیاری اونجا؟ دلم بخواست میتونستم بیارم اونجا عزیز. یکی دیگه بود، سلام کاپیتان جان بگم. برای ویزا میدن، کسی وکیل آشنا داره؟ خانم SSS_III1999 مگه ویزا میدن؟ کسی وکیل آشنا داره؟ ببینین شما، اون مجله جوانان بهتون نشون داده بودن بچه، خوشبختانه الان به خاطر اینترنت و اینجور چیزا، شما اگه برین جوانان.com خیلی وکیلایی هستن که اون تو تبلیغ میکنن که میتونن برای کارهای مالی یا برای کارهای امیگریشن اینا به شما کمک کنن. رو همین حساب سعی کنین با اونا تماس بگیرین، ایمیل بفرستین، مطمئنن وکیلای ایرانی فارسی هم صحبت میکنن، ببینین چطوری میتونین درباره ویزا. مگه ویزا میدن؟ بله که ویزا میدن. امریکا 90% ما مهاجر هستیم توی کشور که اومدیم، 90% مهاجریم. حالا بعضیا 4 جنریشن هستن، بعضیا 3 جنریشن. اونا هم که میرن اعتصاب میکنن، هم میگن سفید پوستیم و فقط سفید پوست و گور پدر سیاه پوست ها خارجی اینا، اینا مهاجر بودن فرض کن از زمانهای خیلی قدیم، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم، از یه کشورهایی که آدماش زیاد خوب نبودن اومدن اونجا، اینجا همون ادامه پیدا کرده. میدونی؟ چی میگن؟ یه اپل فالز نکست تو دی تری، درسته؟ یه سیب بغل همو درختش بیفته. اگر پدر و مادر تو خوب بودن و تمام کارهای تو زندگی خوب بود، تو مادر خوبی بودی. اگر تو پدر بدی هستی، اینا کتک میزنی و فوش میدی و میکشی، اطرافیانت و بچه های تو همونطوری خواهد شد. پس یه سری آدمایی که مهاجرت کردن اومدن امریکا آدمای بدی بودن، یه سری هم خوب هستن. ما فکر می‌کنیم آدمای خوبی هستیم چون هم عاشق آدمای دیگه هستیم، هم کمک میکنیم. بله ویزا میدن، شما هم بعد مدرسه خرابانی، همونطور که قبلا بهتون گفته بودم و کتابایی که گفته بودم، یه نه کتاب، مجله فلاینگ و فلایت اینترنشنال، اون پشتش برین مدرسه هست. و همونطور هم که قبلا براتون فرستادم،
یه سری مدارک مدرسه امریکایی براتون فرستادم که شما بتونین اونجا برین و اپلیکیشن بذارین و با گذاشتن اپلیکیشنتون بتونین ویزا I-20 بگیرین، فرم بگیرین. این فرم رو باید ببرین به یه سفارت و زمانه مالی بتونین بیاین، خلبانی بخونین یا رشته‌های دیگه و بیاین. و من به تو قول میدم امریکا، دلیلی که امریکا اینقدر تو دنیا موفقه، حالا میبخشید بعضی از این دوستایی که منو فالو میکنن واسه این حرفای منو قبول ندارن، همش نفرین میکنن امریکا را. ببین این نفرین کردن ها به هیچ جایی نتیجه نمیرسه. اینا دارن 40 سال اسرائیل و امریکا رو نفرین میکنن. شما مقایسه کنین 40 سال ایران کجا بوده، امریکا و اسرائیل کجا هستن و چقدر دنیا عوض شده. دقت کردین؟ و این نفرین کردن ها کار بچه بازیه. باید دست به دست هم داد، باید با هم نشست مذاکره کرد، کار کرد و جلو برد، این زندگی رو جلو برد. مردم راحت میتونن ویزا بگیرن. اگه شما درس بخونین، مدرک خوب داشته باشین، امریکا شما رو میقاپه. واسه همینه که میگم انقدر موفقه به خاطر بعد از جنگ جهانی دوم بهترین مغزای دنیا رو قاپیدن، آوردن اینجا، مزایای خوب بهشون دادن، این مغزا روش کردن، موشک ساختن، کره ماه رفتن، سفینه ساختن، چیزای درست کردن که آدم واقعا بعضی واقعا میدونه چقدر اینا نیستن. ما ایم که این کارا رو داریم میکنیم. ما ایم که دونه دونه ما رو گذاشتن بغل هم، یه قدرتی درست کردن لازم فکری که تمام چرخ این دولت رو داره پیش میبره. سعید لنگری، Hello dear captain, I hope you're fine. سعید جان مرسی برای انگلیسی نوشتن، خیلی ممنون. I'm Saeed, I have a CPL license. Give me some advice for living in the USA and being a pilot. سعید جان تو اگه CPL داری بچه، CPL میشه Commercial Pilot License. ایشون زحمتش کشیده، پرایویتش گرفته، 200 خورده ساعت پرواز کرده، الان CPL هم گرفته. سعید جان اگر تو اینسترومنت نداری، من بهت پیشنهاد میکنم که اینسترومنت لایسنس هم ورداری، IR اینسترومنت لایسنس، چون تمام کارهایی که ما میکنیم، پروازهای هپ ما، جت بزرگ، همش اینسترومنت هستش. رو همین حساب ازت خواهش میکنم که اینسترومنت هم بگیر. نه یا پرایویت اینسترومنت کامرشال و لایسنس بعدی که احتیاج داری تو مالتی انجین هست، یعنی بتونی هواپیمای دو موتوره پرواز کنی. تو میتونی به مدرسه امریکایی چیز بنویسی، بیای اینجا و اون لایسنسی که تو داری اینو ترجمه بشه یا تبدیل بشه به چی؟ به لایسنس امریکایی. دقت کردی؟ به لایسنس امریکایی تبدیل بشه. انگار که یه طرف یه آقایی هستش فرصم این دکتره، وقتی اومد تو امریکا از اول که نباید دکتری انجام بده، یه سری کورس فشرده یه ماه، دو ماه، سه ماهه هستش و مدرکشو داره، میاد انگلیسیش هم خوب میکنه و این مدرکو به عنوان مدرکو میاد تبدیل میکنه، اینا میاد تبدیل میکنه با دادن امتحان، میاد اینا تبدیل میکنه به مدرک امریکایی. دقت کردین؟ به مدرک امریکایی تبدیل میکنه و خیلی راحت میتونه که اینجا بعد بره اجازه کار بگیره و کار بکنه. شما باید یه راهی پیدا کنی که خودتو به اینجا برسونی. اگه میخوای امریکا باشی یا میخوای کانادا بری، اونم همینطور. هر کشوری که بخوای بری زندگی بکنی، باید تو اون کشور شما بتونین برین مدرسه‌ای، برین یه جایی، این مدرکی رو تبدیل بکنین و ادامه بدین. بعد یه آقای دیگه میپرسن MRM FH کاپتن مدرک مورد نیاز چیه؟ بچه شما مدرسه که دیپلم بگیریم بعد برین دانشگاه، preferably یعنی خیلی خوب میشه اگه کورسی که برمیدارین کورسی باشه که درباره فیزیک باشه، مت باشه، جغرافیا باشه، ولی الان دیگه اونم به اون صورت مهم نیستش.
شما میتونین فقط با گرفتن یه کورس 4 ساله برای آرت، یعنی لیسانس آرت هم اگه بگیرین برای اینا مهم نیست. اینا تنها چیزی که میخوام بدونن که شما رفتین یه کورس 4 ساله رو انقدر از خودتون گذاشتین که بتونین این کورس رو وردارین و تموم بکنین. میخوام بدونن که شما آدمی هستین که یه چیزی دنبالش بینین بهش اهمیت میدین و تمومش بکنین. اینطوری نباشه که یه سال نیم سال بری کار بکنی بگی من خسته شدم، نه کار بکنی درس بخونی بگی خسته شدم دیگه نمیخوام کار بکنم یا درس بخونم. اینطوری نمیخوام. میخوام یه آدمی باشه که اگه دنبال یه چیزی میری شروع میکنی بتونی اونو تمومش بکنی. رو همین حساب یه دیگری 4 ساله گرفتن مهمه. حالا تو امریکا میتونی دیگری 4 ساله تو با خلبانی کامباین بکنی، با هم دوتا باشن، یعنی یه رشته 4 ساله ایویشن منیجمنت ورداری که عرض این 4 سال به تو خلبانی هم یاد بیدن، یا اینکه میتونی رشته تو خونده باشی، یعنی اگه ایران بودی فرسون یکی دانشگاه شیراز رفتی یا تهران رفتی الان مدرک 4 ساله تو داری میخوای خلبانی بخونی، فقط باید به یه کورس خلبانی بخونی که الان دربارش صحبت میکنم. ولی قبل از اون یه آهنگ شاد دیگه که انرژیمون باز بره بالا. حال میکنی با همیشه یه آقا به ما انرژی میده. احمد جان بچه مازندران چطوری تو؟ خوبی؟ حسن جان چطوری؟ سعید خانم چطوری عزیز؟ خوبی؟ آه شما فرشته ما شما هستی سامی خانم قربانت برم. بابک جان چطوری تو عزیز؟ خوبی؟ من تمام انرژی من شما میگیرم، عاشق شما هستید ما. قربانتون برم. تا همه بدونم دمت گرم اندی جان، واقعا ما حال بکنیم، هیچ وقت خسته نمیشم. یه آقای دیگه، آقای ستار یه سوالی کردن. سلام، حداقل سن پذیرش شروع از صفر در خلبانی چیه؟ تو امریکا از 16 سالگی شما میتونید پرواز بکنین، لایسنستون بگیرین. در حقیقت گرفتن لایسنس درایوینگ برای روندن ماشین، گواهینامه ماشین تو امریکا 18ه ولی برای خلبانی 16. کسایی هستن این خود من لایسنس تو میتونی از 16 سالگی شروع بکنی. من که از 11 سالگی شروع کردم، پرواز اولم 11 سالگی بود، ولی 16 سالگی میتونی لایسنس رو بگیری، بعد پرایوت و کامرشال هم بگیری شروع کنی کار کردن. من با یه دختر خانم جوان آشنا شدم اینجا، یه هواپیمای کوچولو داشت پرواز میکرد توی یکی از این فرودگاه‌ها، شروع کردم صحبت کردم. یه آقای پیرمرد تقریبا 80 ساله بغلش بود، شروع کردم سوال کردن ازشون. گفتم جریان چیه اینا؟ گفتم میریم دور بزنیم اینا. گفتم ای داره به تو یاد میده، میخواد به تو یعنی خلبانی یاد بده این پیرمرده؟ گفت نه، من مربی پرواز منم، 18 ساله دختر 18 ساله یه طرف 80 ساله رو داشت میبرد اون بالا که بهش یاد بده. دقت کردی چقدر این زیباست؟ من نمیدونم درک میکنین یا اونا که میاد الکی برای شما تو ایران قانون گذاشتن اصلا این چیزها رو درک میکنم. این چه واسه من خارجی که اصلا این دختر رو نمیشناختم واسه افتخار بود که میگن اه بابا نگاه کن عجبا، یه دختر 18 ساله داره به یه مرد 80 ساله خلبانی درس میده. پس برگردیم به همون سوال، یعنی دختر 18 سالش که شد پرایوت رو داشت، کامرشال رو داشت، اینسترومنت رو داشت، به اضافه اون مربی پرواز هم شده بود، همه این کار رو عرض 2 سال کرد، حالا به عنوان مربی پرواز از 18 سالگی داره درس میده و ساعت پرواز درست میکنه
ساعت پرواز 1500 ساعت که برسه، اگه تو ساعتی هم 100 ماهی هم 100 ساعت پرواز کنی، یعنی الان که بگم با داشتن اون لایسنس هایی که گفتم پرایویت و کامرشال و اینسترومنت و فلایت اینستراکتور ببخشید 300 ساعت پرواز داشت، ماهی هم 100 ساعت پرواز بکنه، 12 ماه دیگه پرواز کنه که میشه 1200 به اضافه 300، بعد جواب بلد خدا خدم بگیره 1500 ساعت که داشته باشه، یعنی 1200 ساعت 100 hours per month 100 ساعت ماهانه 12 ماه میشه 1200 به اضافه 300 میشه 1500 ساعت 1500 ساعت داشته باشی، شما میتونین گواهینامه ATP رو بگیرین، Airline Transport Pilot License، اون تمام جای دنیا رو درش برات وا میکنه، درباره در دنیا رو براتون باز میکنه اینا. الان میبخشید یه مسیج دادم، یکی گفت درباره مکانیکی هم صحبت کنیم، عشق محمد درباره مکانیکی هم صحبت کردم، اول این ویدیو بود، اینا رو من براتون سیو میکنم که شما بتونین دوباره ببینین. بعد 1500 ساعت ATP که بگیری مینیمم ریکوایرمنتی هست که شرکت های امریکن و یونایتد و ایرانر و ترکیش و امارات اینا، حالا اگه خواستیم بین امارات، خیلی ایرونی ها اصلا امارات کار میکنن یا قطر کار میکنن، سعی کنید باشو تماس بگیرین یا نامه بنویسین ببینین. الان که خب پندمیک هستش و کرونا اینا، بعض یکم خوابیده است، ولی من به قول میدم تا 6 ماه یه سال دیگه همه چی برمیگرده به نرمال، همه چی برمیگرده به نرمال. فقط خواهشی از شما دارم اینه که سر و پا باشین، قوی باشین و این کرونا لامصب رو ببخشید، خواهش میکنم فکر نکنید دارم فوش میدم، ولی کرونا لامصب رو یه پانچ بکنی تو صورتش بین ببریمشون. و خواهش میکنم، خواهش میکنم ببینید ثابت شده دکترایی که هستن تو خانواده ما، هم دکتر داریم تو وندربلت کار میکنن، تو دانشگاه بزرگ امریکا کار میکنن یا مدرسشون اینا، میگن واقعا میگن اگه شما ماسک بذارید، یکی دیگه ماسک بذاره، این دو سایکل کرونا که 14 روزه، اگه شما یه ماه ماسک بذارین، این لول کرونایی که الان تمام جای دنیا رو گرفته، اگه این بالا باشه میاره این پایین پایین پایین، اینجا میارتش، میشه این رو بین برد اگر ماها خودمون توجه بکنیم. میدونم شما مشکلات این تو ایران، ایران زیاده، از یه طرف میگم بمون تو خونه، از یه طرف پول نداری ببرین نون در بیارین، میشه این کارها رو عوض کرد، میشه همه این چیزها رو درست کرد، یعنی اصلا سیستمی وجود داره که بتونیم کمک بکنیم به مردم ایران که این درست بشه و خواهد شد. یکمی چیز داشته باشین، فارسیش چی میشه، پیشنس، یکم پیشنس داشته باشی، همین چیز خواهد شد. ولی ازتون خواهش میکنم، خواهش میکنم که این کرونا رو جدی بگیری. پس گرفتن سن خلبانی از 16 سالگی شما میتونید شروع کنین، ریتایرمنت شما بازنشستگی هست سن 65 سالگی، امریکا اگه باشین 30 ساله 35 ساله استخدامتون میکنن، 40 سال 45 50 سال هم که باشه هنوز میتونن استخدامتون بکنن اینا. بعد یه سوال دیگه بودش، خیلی بچه ها خوب دارن از ما تشکر و قدردانی میکنن، خیلی ممنون. من برای مدک بخواستم، اوکی، آقای رضا ملیلی میپرسن که های هنی، های خانم ما برگشت، جناب کاپیتان برای مدک میخواستم همچنین هواپیما اگه خواستم بخرم چه برندی را پیشنهاد میکنین؟ البته چون ایران هستم قطعا سسنا نمیتونم بخرم. رضا جان ببین، من نمیدونم تو ایران چه نوع هواپیمایی هستش، مطمئنا هواپیمای سسنا هواپیمای خیلی خوبی هستش، خیلی شرکت های مختلف هستن که هواپیما درست میکنن، یا هواپیما از کارخونه اومده بیرون، این سسنا یا سیرس یا پایپر یا کسایی هستن که اینجا کیت میفروشن، یعنی کیت هواپیما میفروشن، خودت هواپیما رو به هم وصل میکنی و میری پرواز کردن.
برای کسی ساعت پرواز درست کردن اصلا مهم نیست. شما رو سسنا پرواز بکنین، رو پایپر پرواز بکنین، دقت کردین، اصلا مهم نیست براشون. مادامی که شما بالا هستین و اون مانورها رو انجام بدین و ریکوایرمنتش رو انجام بدین. این مانورها چیا هستش؟ یه سری مانورها هستش که شما با اینستراکتور باید برین و با اینستراکتورتون بالا هستین بدون تمرین میده. وقتی اینستراکتور فکر کرد که شما میتونین سولو برین، یعنی تنهایی خودت بری، اون موقع این شما با هپما میرین بالا، تمام کاری که با چیز کردین، با مربیت کردین، الان میتونی خودت سولو انجام بدی، دقت کردی؟ بعد این ساعت‌ها بهش میگن، میذاری توی لاگ بوک هست، این ساعت‌ها رو می‌نویسی. چند ساعت با مربی پرواز بودی، چند ساعت تنها پرواز کردی، چند ساعت شب بود، چند تا تیک آف کردی، چند تا لندینگ کردی، چند ساعتت کراس کانتری بود، یعنی از یه شهر به یه شهر دیگه رفتی. همه اینا که جمع بشه ساعت پرواز تو به جای میرسه که میگه خب الان دیگه موقعیت خوب شده، 40 ساعت 50 ساعت 60 ساعت پرواز کردی تو، و رو همین حساب دیگه میتونی بری امتحانتو بدی. امتحانت هم که دادی، پرایوتت گرفتی، هستن خانمای ایرانی دیدم که میرن خودشون دور میزنن میچرخن، یا آقایان ایرانی هپما شخصی اجاره میکنن میرن پرواز میکنن. میتونی بری هر ساعتی که پرواز کردی اینو تو لاگ بوکت بنویسی، ساعت پروازت بیاد بیرون. پس اصلا مهم نیست چه نوع هپمایی تو بگیری. اگه امریکا بودی که بستگی به پول جیبت داشت دیگه، میتونی از هپمای سسنای دو نفره بخری تا بوئینگ 777 شخصی میتونی بخری که لذت ببری ازش. ولی اگر ایران اینا وجود نداره، هر هپما که تونستی، شاید فکر کنم ایران هم خوشم هپما بسازه، مسئله نیست، میتونی با اونا پرواز کنی. درود به کاپیتان عزیز آرمان فامیلی. درود به کاپیتان عزیز. اگه مقدار کمی از گوشام ضعیف باشه، در فرکانس خاص ضعیف باشه، خارج از موضوع مدیکال کلاس 1، استخدام در یونایتد ایرلاین یا ایرلاین دیگه هست. اوکی، اینو میبخشید، خیلی من شکسته خوندم. معنیش اینه که اگه من گوش من اشکال داشته باشه، نتونم فرست کلاس بگیرم، میتونم با شرکت های دیگه کار کنم. شما فرست کلاس رو فقط احتیاج دارین که اگه بخوام کاپیتان باشین، اگه بخوام معاون یا سرخلبان، یعنی کاپیتان فکر کنم بشه، اگه کمک خلبان بخوام بشین، یا فرست آفیسر، Captain sits on the left seat, first officer sits on the right seat. یعنی شما هپمانه که نگاه بکنین، اون کسی سمت چپ نشسته که 4 تا چیز داره، درجه داره، اون کاپیتانه. اون که 3 تا درجه داره، اون کمک خلبانه. برای کمک خلبان شدن شما first class احتیاج ندارین، commercial احتیاج دارین، دقت کردین، commercial احتیاج دارین. و گرفتن کامرشال لایسنس یکمی به مشکلی فرست کلاس نیست. و اگرم گوش شما مشکل داره، الان ما کسایی داریم تو یونایتد، شوخی نمی کنم، من این حرفا رو نمی زنم که فکر کنه امریکا چقدر خوبه، یونایتد چقدر خوبه، ولی ببین همه ما پیر میشیم، سنمون میره بالا، وزنمون میره بالا، عینک باید بزنیم. اینا دلیل نمیشه که من نتونم خلبانی بکنم. یا گوششون کسی ضعیف شده، از اون دستگاه کوچیک گوش میذارن. اینا اگه تو مادامی تو بتونی بگین، فرض کن چش شما باید 20 و 20 باشه، 20-20، درسته؟ این استاندارد دنیاست، 20-20 is perfect. خب if I can be 20-20 with glasses، اگه من glasses بزنم 20-20، یونایتد اوکیه باهاش. فقط تو لایسنس مدیکالت مینویسن که تو باید گلاسز استفاده کنی برای پرواز. خب این چه مشکلی داره؟ چه مشکلی داره؟ پس راحتش کردن، چون آدمیم ما، یعنی مشکلات داریم، پیر میشیم. یکی از این دوستای ما بود، حالا بهش نرسیدم، گفته بود که آی دست من شکسته باشه من میتونم. بچه من ایران که بودم، عشق خلبانی بهم زده بود، دقت کردید؟ یه دفعه ببخشید خانم
چه کافی عالی آورد. من ایران که بودم، جوان که بودم، بچه بودم، 9 سالم بود، مادر من طرف های تهران پارس نیرو هوایی بود، اینقدر من دامن مامانه رو کشیدم که آخرش برای گذاشت برم سواره هپمای گلایدر بشم. با اون بالا که رسیدم دنیای من عوض شد دیگه. اصلا این کامپیوتر میام، مغز ما همش کامپیوتره، درست؟ یکی این گیم مهر زد تو این کامپیوتر ما، هارد درایو، this is it، اینه که تو باید انجام بدی. از همون موقع شد که عشق من و خلبانی و 747 پرواز کردن به اوج رسید. صحبت 747 شد بچه ها، یکی دوستای خوب ما که قربونش برم سعید، برای من یه چیز کشیده، تابلوی 747 بوینگ یونایتد کشیده برای من نقاشی کرده، یه تابلوی 747، و اونو قرار برای من بفرسته. سعید جان دست درد نکنه، خیلی ممنون، ویدیوت امروز دیدم. و سعید و خانوادش بچه کرونا گرفته بودن و خوشبختانه تونستن این بیماری رو شکست بدن و واقعا دوستتون دارم، خیلی خوشحالم که صدمه بهتون نرسید و خیلی ممنون برای که این کار برای من داره میکنی. من 9 سالم که بود عشق 747 افتاده بود تو سرم، رفتم گلایدر پرواز کردم. بعد 13 14 15 سالگی گفتم خب ما بریم نیرو هوایی ایران چی میخواد که من اگر دیپلمم باید ریاضی باشه، بعد دانشگاه برم، خودشون دانشگاه منو میفرستن یا نه، چی بخونم اینا. گفتیم با نیرو هوایی ایران صحبت کنیم. این صحبت 1976 انقلاب، مثل 1957 شد، 3 سال از قبل از انقلاب من اومدم از ایران بیرون، میلادیش میشه 1976، درسته؟ 3-4 سال قبل از اونم بگیم که 71 و 72 و 73 ما رفتیم نیروی هوایی ایران، ببینیم من چطوری میتونم بیام فرض کنیم برای وارد ارتش بشم، چون پول که نداشتیم ما، خانوادمون وضعمون معمولی بود، بابای من تو دانشگاه درس میداد، نصف زندگیش هم که تو زندان سیاسی بود، هیچ وقت نبودش که کمکی باشه به اون صورت. و شاید اینا رو بچه شما نمیدونیم و در آینده خیلی نزدیک بیشتر از این چیزها رو براتون شرح خواهم داد. بله، پدر ما سیاسی بود و خیلی نصف زندگی من، یعنی 18 سالم که شده بود، 9 سال زندگی من تا 18 سالگی پدر من تو زندان بود. اوکی؟ بعدش زمان خمینی و اینا تو زندان اینا بود، همون زندان اوین. بعد ما رفتیم نیروی هوایی، به من پرسیدم بچه جوان تو دهن تارو دندوناتو پر کردن؟ گفتم بله دندون ما پر شده اینا اینا. گفت به خاطر دندون پر کردن تو کوالیفای نمیشی برای نیروی هوایی. من هم با اون جوانی بچه گفتم دندون پر کردن به خلبانی چه ربطی داره؟ الان من 4-5 دندون هم پره، این دماغ خوشگل زیبای منو میبینی که کمی گنده است، چون تو کاراته مشت خورد، یک گرین بیلت من باش کار داشتم میکردم، مشت این دماغمونو شکست، مچ دستم شکست، تو مارشال آرتس سه تا دندم شکسته بود و پام توی موتوکراس، تو ایران من موتوکراس بازی میکردم، موتوکراس بهش میگین دیگه، نه از اون که میرفتی میپریدی با موتورسیکلت و اینجور چیزا، این همه دنگ و بنگ و فلان و اینا، یه بارم که موتوکراس من تصادف که کرده بودم از گردن به پایین من فلج شده بودم. به خدا میگم از مادر من بپرسید، دکتر به مادر من گفت این بچه هیچ وقت دیگه نمیتونه قدم بزنه، هیچ وقت دیگه نمیتونه سر و پا وایسه، یه اکسیدنتی داشتم، تو کتاب من این خواهد اومد نوشته خواهد شد. حالا فکر بکنید من همش میخندم و خوشحال، شاید به خاطر همونی که زنده بودم نمیدونم والا، فقط این که من موتوکراس اینقدر این اکسیدنت من تصادفم بد بود که از نخای من صدمه خورد، از گردن به پایین من چیز شدم، فلج شدم، برای حدود 15 دقیقه 20 دقیقه اصلا تکون نمیستم بخورم. دکترها به مادرم من گفتن این بچه دیگه هیچ وقت قدم نمیتونه بزنه، نمیتونه راه بره. بلند که شدم هیچی، قدم که زدم هیچی، شروع کردم دویده رفت که هیچی،
واقعا حسابی میدویدم، به اضافه رفتم کاراته هم کردم، دیگری سه بلک هم دارم، 3rd degree black belt، به اضافه اومدم خلبانی هم خوندم، کاپیتان هم شدم. و خدا من اونجا گذاشت اون روز که جور 381 نفرم نجات بدم. حالا مثل یه خدا به یه چیز دیگه من داره میفرسته، یه ماموریت دیگه بهم داده که به امید خدا دربارش صحبت خواهیم کرد. ولی اینکه بدونین این اینطوری نیستش آقای بهنام با پول زیاد و پدر مادر و شکم پر و چی میگن خیلی لوس لوس بازی و سوسول بازی اومد امریکا. نه بابا اینطوری نبوده، خیلی بد بود، ولی گذشته گذشته است. امروزه که ما داریم، نگران فردام نباش بچه، نگران فردا نباشین، همش درست خواهد شد، همه چی خوب خواهد شد اگه همه تون بیان دست به دست هم بدین و با یک صدا صحبت بکنین، همه چی عوض خواهد شد. من نوکر شما هستم، چاکر شما هستم. میگم صحبت های من یکم ایموشنال میشه، فقط میخوام یکم بیشتر بدونین که با من کی هستم و چه اتفاقی بر من افتاد. دوست عزیز من، تو نه سنت مهمه برای خلبانی، اگه چشت عینک بزنی مسئله نیست، کاپیتان بهنام عینک میزنه، گوشت اگه خوب نمیشنوه میتونی دستگاه بذاری بعد بتونی بشنوی، اوکی هست. حالا اگه فرست کلاس هم نمیشه بگیری، سیکن کلاس مدیکال داشته باشی، اون سیکن کلاس مدیکالت میتونی هاپمای جامبوجت پرواز کنی، 777 هم بپری به عنوان کمک خلبان، که بدک نیستش، کار خوبیه. و اینکه دندت شکسته باشه، دست شکسته باشه، اینا اصلا مهم نیست. ما یه خلبان داریم، میگه دوستای من یه پاش 2 سانت از اون پای دیگه کوتاه‌تره. میدونی بعضی هستن میخوان راه برن کج و کله میشن و اینطوری، دوست ما اینطوریه. یعنی وقتی فرودگاه میبینی یکم دلت براش میسوزه. بعضی ما کفش بزرگتر میپوشه که پایش هر دوش صاف باشه که بتونه راه بره، ولی بعضی ما میخستم میکنه و اینا، همون ترجیح میدم شلک شلک برم لنگ بزنم، ولی اونم خلبانه. من با یه خانمی رو 747 که بودم پرواز میکردم، قدش بود 4.1 فوت، 4.1 فوت، خیلی کوچولو بود، من نمیدونم فارسی چقدر بشه سانتیمتر شدن، ولی خیلی، من 6.2 هم، یعنی 2.1 فوت از من کوچکتر بود. این پاهاش به پدال 740 نمیرسید. من این نمیدونستم بگیرم گردنش بگیرم با یه دست بلندش کنم، این یه بچه نمیدونم 80-90 پوند، 40 کیلو بود، چی بود، پاهاش به پدال نمیرسید. این باید زیر باسنش چیز میذاشت، بالشت میذاشت که قدش بلندتر بشه که جلوتر بیاد که پاش بخوره به اون پدالا. دقت کردی؟ و تیم پدالای 747 یا 777 شما تنظیم میکنی به نسبت به قصدتون، میبری عقب جلو، ولی با این رو صندلی چیز میذاشت، پدالا رو باید بالای بالا میابون، رو صندلیش هم چیز میذاشت، یه دونه پیلو، اونی که سرتون رو میذاره روش میخوابی، بالش میذاشت روش، میذاشت رو صندلی روش میشست که بتونه هم بیرون رو ببینه. همین فسقلی خودش شد کاپیتان. میگم اینجور چیزاست که من واقعا دلم میخواد اگه ایران بودم در همه اینا رو براتون باز میکردم، ایران رو براتون گلستان میکردم که شما تمام جوونا، منظورم از 15 سالگی تا 60 سالگی تمام جوونا بتونین رشد بکنین و بتونین عشقتون رو انجام بدین تو هر رشته‌ای که هستش. خب یا آهنگ دیگه بذارم، فکر کنی آهنگی کی باشه، یا آهنگ دیگه بذارم بعد سیه صحبت رو ادامه بدیم. ببخشید، این یه فیلمی من درست کردم، میخوام آخر این یه فیلم 3 دقیقه یه تاپگان رو بهتون نشون بدم، یکم بهتون هیجان بده، خودم از صفحه میارم بیرون که شما بتونین راحت ببینینش، ولی یه فیلم تاپگانی که براتون میذارم که بتونین ببینین.
برم دیگه، بچه ها سوال دارن. آره این آقای فراز بود. فراز جان ده دقیقه گذشته درباره تو داشتم میگفتم. نه فراز زولانور. فراز جان پای شکستت مهم نیستش عزیز، سن 35 سالگی مهم نیست. بچه شما اگه بتونین راحت برین یعنی مدرسه، اگه چطوری بگم، اگه من ایران بودم یه کاری که خواب میکردم این که اولا که 1000 تا مدرسه من درست میکردم، 1000 تا مدرسه تمام بچه های جوان ایرانی رو هم فری اینترنت بهشون میدادم هم فری تبلت که بتونن این مغزشون رو گسترش بدم. 1000 تا مدرسه، دانشگاه به اندازه کافی داریم تو ایران، ولی 1000 تا مدرسه من درست میکردم، تمام بچه های مدرسه دبیرستان و دبستان و کودکستان همه‌شون رو بهشون تبلت میدادم که بیان توی دنیا، دنیایی که واقعا وجود داره، نه اون حبابی که این براتون درست کردن. حباب برای اونا خوبه، برای شما خوب نیست. دقت کردین؟ همون توی یه زمان بهت گفته بودم یه تخم مرغ، تخم مرغ هم یه حباب داره دیگه، درسته؟ تو اون مادرمی که تو اون وقتی که جوجه داره تو اون تخم مرغ درست میشه، فکر کنین منطق رو گوش کنین، جوجه که تو اون تخم مرغ هست اونو احتیاج داره، اون شلو احتیاج داره که توش بیاد خوش بسازه، ولی به یه جایی میرسه که حتی اون جوجه باید نک بزنه اون شلشو تخم مرغ رو بشکنه بیاد بیرون، چون همون چیزی که بهش ساپورت و لایف میداد الان طوری شده که تاکسیک شده و خفش خواهد کرد و ابین خواهد برد. اصلا طبیعت اینه که شما از اون تو باید بیاین بیرون، یه فضای بزرگتر و بازتر باشین، وگرنه تخم مرغ جوجه رو براش خوبه برای ساختن جوجه، و جوجه باید اونو بشکونه بیاد بیرون. در غیر اون صورت همونی که داشت محفوظش کرده بود و بهش عمر میداد همون خفش خواهد کرد. این یعنی دنیا، اصلا منطق طبیعت اینه. شما رو نمیتونن توی حباب بذارن و بگن اینه که هست، اینطوری فکر کن، اینطوری لباس بپوش، اینطوری صحبت کن، و با زور با کلنگ و چکش و کتک زدن بگن به این اعتقاد داشته باش، با اون فلان باش، با این فلان باش. آقا نمیشه، نمیشه، من به قول میدم نمیشه. هر چی بره بالا میاد پایین، همه چی عوض خواهد شد. باورت نمیشه چیز عوض میشه، تاریخ رو نگاه کنین بچه های خوب من، شما تاریخ رو نگاه کنین ببینین همه چی عوض خواهد شد. امیدوارم که درک بکنی من چی دارم میگم. پس پای شکسته مهم نیست، سن به صورت مهم نیست. اگه من ایران بودم مدرسه خلبانی درست میکردم، از A B C D E همه شما رو میفرستم اون تو، و شرکت ایرانری براتون درست میکردم که پر بوئینگ 777، ایرباس 787، 747 بود که میتونستی بری اونجا، و تازه با بانک ها صحبت میکردم بهتون وام بانکی بدن و هیچ پولی از شما در بر نگردیم بشین ندین تا برین کار بگیرین، طوری باشه که شما رو اولا که موقعیت براتون درست کنن، تجهیزات بهتون بدن، تنها کاری که باید بکنی سلامت باشی، مشروب نخوری به اون صورت، تریاک نکشی، معتاد نشی، بری درس رو بخونی، وقتی مدرک گرفتی بری شرکت هپمای ایران کار بگیری، وقتی شروع به درآمد کردی با یه بهره خیلی کم 2% پولشون رو بهشون پس بدی، برز 5 سال، 10 سال، 20 سال آینده بیام شما رو بسازیم نه بکوبیم. اینا مثل خراب کردن خیلی براشون راحت تره تا ساختن. همونطور که گفتم اینا بزرگترین اشتباهی که دولت ایران میکنه، سرمایه ایران که شما جوانان هستین رو در بین میبره. هر کسی الان سر کار هست و ایران خواهد اومد و خواهد رفت، همه‌شون از روحانیان گرفته تا اونا که دولت دارن، همه خواهند مرد، همه خواهند رفت، ایران سر پا خواهد واستاد.
جوونا خواهن اومد، بیشتر جوون خواهن اومد، اونا خواهند ساخت این کشور رو. اونایی که 40 سال خراب کردن ممکنه 70 سال طول بکشه ولی با درستش میکنه. ببینم یه سوال دیگه چی بود. بورسی هم میکنم. بورس فکر کنم بورس یعنی منظورش اینه که آیا بهتون آوانس میدن که شما برید اینجا دانشگاه درس بخونین. آره عزیز، شما یعنی اینجا بانکایی هست، یه دونه بانک هست تو امریکا که میتونم بهتون بگم، ویلز فارگوه. میگم اگه من ایران بودم مثل اینکه هزاران هزار بانک هست و هزاران هزار حقوق باز هستم، ولی اگه یک بانک خوب بود برای تحصیلات به جوانان وام میداد، اگه پدر مادرشون پول دارن، عمشون و خالهشون پول دارن که اونا میدن و اینا، اگه نبود من مجبورشون میکردم به جوانایی که میخوان درس بخونم وام درسی بدم و شما پول درسیتون رو براشون در عرض 10 سال، 15-20 سال آینده ماهانه یه مقدار کمی با بهره 2% بهشون برگردونین. اگه 2% هم زیاد بود میتونیم نگوشیت بکنیم یه کمی کمترش بکنیم براتون. من قربون تو برم. یه آقایی گفت ما جوانهای ما اینجا رو معتاد کردن. محسن فکر کنم. واقعا باعث تأسفه، واقعا باعث تأسفه، شرم بر اون آدم ها، واقعا پاک بر سرشون که این کارا رو کردن، واقعا بده. و بگم آره بورس هست اینجا، شما به ویلز فارگو میتونین برین تقاضای بکنین و وام بگیرین. یکی موندم چیکار کنم. پارسا جان ببین، بشین فکر بکن، این سوال خودت بکن. What do you want out of life؟ تو زندگی چی میخوای؟ بشین اون تصمیمتو بگیر. امیدوارم تصمیمت پازیتیو باشه و خوب باشه. و اگر این هست، بگرد اون آدمایی که پازیتیو هستن، چه تو اینترنت، چه من، چه کسای دیگه، چه دوستات. اونا که نگاتیو هستن بذار کنار، اونا که پازیتیو هستن برو دنبالشون، باشون صحبت بکن. و ببخشید چیزای میاد روی صفحه تلویزیون، با اونا صحبت بکن، با آدمای پازیتیو باش، انرژی بگیر ازشون، انرژی بگیر. و من بهت میگم follow the laws of nature، طبیعت رو ببین و طبیعت رو دنبال کن. ما آدم ها هستیم که مایدیم توی طبیعت کثافتکاری کردیم، بین بردیمش. به طبیعت باید اهمیت داد، باید از رمز زندگی باید شبیه رمز طبیعت باشه. طبیعت دروغ نمیگه، دقت کردی؟ گراویتی چو میاره یه چیزی پایین، رودخونه پایین میره، بالا نمیره. هر چیزی بندازی بالا بر میگرده پایین. برای هر اکشن there is a reaction. اینم بچه یادتون باشه، این تمام اکشنی که این دولت ایران انجام داده از 40 سال گذشته، یه روزی جوابشو خواهد داد، یه روزی برگشت خواهد خورد، چون اصلا ثابت شده است برای هر اکشن there is a reaction. Is a law. چطوری بگم؟ این حقوقه، یعنی ثابت شده. پس خودتو با آدم های پازیتیو بشین دورشون و ببین از زندگی چی میخوای، برو دنبالش. اگه دکتریه، خلبانیه، مکانیکیه، راننده کامین شدنه، هنرپیشه شدنه، هرچی هستش برو دنبالش. اگه من بخواستم خواننده بشم میرفتم با اندی صحبت میکردم، اگه بخواستم منم دکتر بشم میرفتم با بهترین دکتر جراح. اگر بعضی ما هم آدم هایی هستن که حالت لیدرشپ که پوزیشنی که به ما میدن اینطوری نیست که من چقدر بدونم، مهمترین چیز اینه که من چطوری میتونم با مردم علاوه فکری توافق فکری داشته باشم و دور خودم و آدم هایی که 10 برابر از من بهتر هستن و بیشتر میدونن بیارم سر یه میز با هم صحبت بکنیم که دست به دست هم یه پلانی درست بکنیم که بهتر برای جامعه باشه. دقت کردین؟ همه ما دست به دست هم بدیم یه قدم میبریم که بهتر برای جامعه باشه. سلام و عرض ادب، شما امید ایران هستین. مصطفی میگه قربانتو برم مصطفی جان، شما چقدر خوب هستین، واقعا
آدمای واقعا نمیدونم چطوری بگم، من و ملائکه اصلا موندیم که چقدر مردم ایران چقدر خوب هستن. میدونم 2-3% هستن که کشور دستشونه و آدم میزنن، باباتون میزنن و به زنای دخترها و خواهران ماها تهمت میزنن و فوش میدن. اینا جاشون اینجا نیست و خودشون یه روزی به اون نتیجه خواهند رسید. من دانیستا میپرسه تو اروپا CAE کاپیتان درباره شرکت، درباره شرکت CAE میخوای صحبت بکنی. CAE is a Canadian based organization، یه شرکت هواپیمایی هستش، هم سیمیلیتر درست میکنه. سیمیلیتر چیزی هستش که ما میریم توش تمرین میکنیم، دقت کردی؟ هم سیمیلیتر درست میکنه، همین که هواپیما میسازه، بامباردیه، پارت آف سی ای ایه، درست کردی؟ بامباردیه جتز پارت آف سی ای ای، هواپیمای 50 نفره، 70 نفره، 90 نفره درست کردن. اینا هواپیمای خوبیه، به بزرگی بوئینگ و ایرباس نیست، هواپیمای سمال تو میدیوم درست میکنن، شرکت عالی هستش. تو میتونی اصلا بری تکنیسیان بشی برای سی ای ای، برای ریسیمیلیتر کار بکنی. یا میگم انقدر چیز مختلف بود وجود داره، فقط خلبانی کردن نیست. اگه من میخوام یه شرکت تو ایران درست بکنم، به خدا میگم اقلا 250-300 هزار نفر شغل جدید خواهد درست کرد که چیز کنیم برای شما درست کنه. بعد اینکه چشمم ضعیفه، درباره چشمم که صحبت کردیم. سجاد جان سجاد پرو 1366 درباره اونم صحبت کردیم. میتونی گلاسز بزنی مادامی که 20 به 20 بشه، 20-20 بشه، کافی هستش اینا. بعد آخری میگه سوداش میگه کاپتون جمع کنیم بیان قربونتو برم، جمع کنیم بیان. بچه آره دیگه داره تمام میشه و میخوام یه چیز خوب براتون بذارم که حال بکنین. یه فیلم کوچولوی درست کردم که حال بکنین. و این چیزی که بخواستم بهتون بگم، من اون ارتفاع 36,000 فوتی که هستم، اون بالا که هستم، از اون بالا هیچ مرزی من نمیبینم. مرز میشه borders، درسته؟ بین ایران، بین آذربایجان، بین ترکیه، بین سعودی عربیه، اون بالا اون خطا وجود نداره. وقتی عکسای منو که میبینی ملیه برای شما میفرسته، دوره کره زمین دارم میگردم، دید من از دنیا و بشریت، از آدمیزاد یه چیز دیگه است. همیشه عشق و علاقه و زیبایی و صلح و اینجور چیزاست که من برای مردم آرزو میکنم. اون بالا اصلا بوردر وجود نداره، اون بالا ترامپی وجود نداره، اون بالا بایدنی وجود نداره، اون بالا خامنه‌ای وجود نداره، اون بالا موشکای چرت و پرت به هم زدن اینا وجود نداره. همین چیزا کشکه، اصلا نباید این چیزا باشه. یه لیدری شما احتیاج دارین که طرز فکرش طوری باشه که جهانی فکر کنه، نه کسی که تازه از ایران یه قدم بیرون نزده، دو تا کلمه انگلیسی بلد نیست صحبت بکنه. بچه ها رفتن اینجا درس خوندن، پروفسور شدن. چون بیاین نگاه کنین چه پروفسورهای ایران داره، چه دکترهایی داره، چه کسایی داره توی ماتماتیشن، توی ناسا دارن، توی شرکت های یونایتد هستن، چه شرکت های بوئینگ هستن، چه تو ارتش امریکا هستن. یه ایرانی هستش، یه آقای ایرانی هستش، چیز داره، یعنی کماندر نیوکلیر ایرکرافت کریر هست، یعنی از اون کشتی هست روش هپ ما بلند میشه، کماندرش ایرونیه. حالا فکر میکنه یکی بیا به این بد بگه، یکی بیا به من بد بگه که اون یه سری آدم های بی سواد داره میگه مرگ بر امریکا، مرگ بر امریکا، اون بیا به ما بگن چرا کشور تو این کار میکنه. خب یه سری آدم هایی هستن که طرز فکرشون بده. میگه از اون بالا که من میرم هیچ مرزی شما نمیبینین، آدم ها همه خوبن، یه سری توشون خورد شیشه هست، اونا رو باید گذاشت کنار، ولی جماعت ایرونی، اون عشق و مهربونی و علاقه ایرونی دوباره باید به دنیا نشون داد.
جهنم و بهشت همینجاست، همینجاست که جهنم و بهشته. هیچ کسی هم باور نکنین که هر دروغی بهتون میگن. اگه اون پیر و پتاله که 80 سالشه بهتون وعده بهشت رو میده، بپرسد چرا خودت نمیری؟ تازم با اون سن سال بری بهش، اون 72 حوری لخت باکره رو چیکار میخوای بکنی؟ فقط نگاه بکنی؟ این چرت و پرتا رو بذارین کنار، وجود نداره. این جهنم و بهشتی هستی که ما جهنم کردیم با سر بریدن و کشتن. و خدا که اینطوری نیستش عزیز من. خدا رو که تو یه کتاب که تو نمیتونی به وجود بیاری، بگی فقط قرآن یا فقط انجیل یا فلان کتابی، کتاب بودا هستش و اینا. خدا که توی کتاب که جا نمیشه که بگی نگاه کن نگاه کن چی میگه. خدا همه جا هسته. پروردگار، خدا رو هم بذار کنار، پروردگار، اونی که همه رو درست کرده. منطق گوش بدین، علم گوش بدین. همینا که اینقدر میزنن تو سر امریکا و فوش میدن و تهدید میکنن و فلان میکنن، بهمان میکنن و میخوان اسلام رو بیارن تو کاخ سفید، اینا همه کرونا چه میبخشید و ریده به هیکلشون، خودشون ترسیدن. نگاه چه قیافاشون چه ریختی شده، زشت که بود هیچی، ماسک هم که میزنن 10 برابر بدتر شدن. همینا دست و پا میدن، خواهش این شرکت های امریکایی میکنن که خواهند شد که بیان بهشون واکسن رو بدن، اول خودشون بعد به شماها. دیدین کعبه چی شد؟ چی بود؟ اونجا که میرن مردم ورشیپ میکنن خدا رو، اینا کربلا و اینا همه رو بستن، از انگار که خدا رفت. یه ویکروسی که اومد به چشم نمیشه دید، حالا اگه با میدیدی حرفی بود، با چشم نمیتونی ببینی. اول که انکار میکردن که وجود داره، بعد گفتن کرونا رو امریکایی‌ها درست کردن، بایولوژیکال وپنه. بعد اومدن قبول کردن، الان هم توی خودشون گیر افتادن، نمیتونن بهش برسن. من یه پلان بزرگ برای کامبت کرونا دارم، خیلی پلان‌های مختلف برای اینا دارم که اگه بخوان پیشنهاد میکنم. ولی من میدونی مشکل چی میبینم؟ میگم صحبت داره عوض میشه. مشکل این میبینن که شماها دیگه به این دولت اطمینان ندارین. حرفشون حرف نیست، اینا نامردن، اینا مرد نیستن. اگه مرد بودن این کارا رو نمیکردن با کشور خودشون، این همه سرمایه رو نمیدوزیدن، انقدر به طبیعت چیز نمیکردن، مشکل درست نمیکردن، طبیعت رو بین بردن. رودخونه ها خوش شده، دریاچه ها خوش شده، همه جا فاضلاب شده. خونه خانم تو بندر عباس سقفشو میرن میزنن میشکنن. آخه بابا شما با از اینا حمایت بکنین، نباید بزنین سرکوب بکنین. و اما بعد جوانای ایران میبینین خودشون دستشون به دهنشون نمیرسه، دارن میرن کمک میکنن به این پیرزنی که خونهش رو از بین بردن، یا اون جوونی که من نمیدونم چی بگم. بچه من یه چیزی میخوام بهتون بگم، خواهش میکنم فکر نکنیم میخوام از خودم تعریف کنم. من درباره یه آقایی میخوام باهاتون صحبت کنم، اسمش هم بهتون نمیدم، حالا نمیدونم داره تماشا میکنه یا نه. از منم پول نخواست، چیزی هم نخواسته بود. اصلا وقتی که من یه کمکی کردم مالی بهش، دقت کردی؟ یه کمک کوچولو مالی کردم و نمیتونم به همه این کمک رو بکنم. الان به یه جای خواهم رسید که این کمک خواهم کرد برای همه شما، اگه شما با من بیاین و بتونیم این کارو بکنیم. این آقا رو من کامنتارم نگاه نمی کنم، بچه های کامنت های بعد میذارم براتون، اصلا مسئله این نیست، بذاریم بره. این آقا رو من یک کمک مالی کردم، فکر کردم که خوبه که اگه خودش یه تیرنازه بده به خانمش یا بده به دخترش. میدونی این آقا چیکار کرد این پولو؟ با این وضع مشکلات ایران، به جای که این پولو خودش اضافه کنه، دو قسمت کرد این پولو، رفت داد به جهزه یه بچه و یه خانم و دختر، خانم و آقایی که تازه ازدواج کرده بودن، یه هدیه داد از طرف خودش و من
به عنوان جهیزه به اونا. اون نصف دیگرش هم برداشت برد یه جایی که بچه های یتیم هستن، اون پولو داد به اونا. میدونی چه ارزشی داره؟ میدونی انسانیت یعنی چی؟ باورت میشه تو این دوره زمانی که انقدر من میدونم شما احتیاج دارین، یکی از هم که من اومدم یه کمک کوچولو بکنم، خودش برگشت اون داد به دو نفر دیگه، 10 تا 50 تا بچه یتیم رو چیز کرد، خوشحال کرد. معرفت اینه، پهلوانی اینه، مردانگی اینه. من یه سری شروع کردم جور صحبت کردم، یه کامنت های نگاتیو میگیرم و بعضی هستن نمیدونم ترول هستن چی هستن، میان یه چیزهای بد مینویسن و این چیزا رو میگن برو بابا برو کچر، این حرفا چیه، چرت و پرتا چیه. ببین اونی که به تو پول میده این حرفا رو بزنی خریدتت، خودتو فروختی. تو مردم ایران اینطوری نیستن. مثلا فکر کنم شما ایرانی باشین، اون عشق و علاقه زیبایی که من تو ایرانی ایرانی جمعیت میبینم هیچ جای دیگه نمیبینم. اگرم همش بهانه‌تونه که فلان کشوری بلا رو سر ما آورد، آقا چه 40 سال کشور دستت بوده دیگه، دامداری که مازندران رو بین بردی، شاریزارا که همه خوش شده، مردمی که خودشون برنج به دنیا میفروختن، تمام میدل ایست میفروختن، الان ببرن از هند و پاکستان برنج آشغال بخره. دامداری بود، مرداری بود، فلان اینا بود، الان با یک گوشت یخزده از برزیل بیارن تو. میدونی چرا؟ وابسته تون کردن. وابسته باشی مجبوری با هر سازی برخصی. دیگه نمیتونی خودت دهنت خودت پر کنی، باید دهنت باید پر بشه. پس بیا برو کثافت ها آشغالا رو از اینا بخر با قیمت بالاتر. بگذر. هیچ وقت اجازه نده کسی که آرزو تو ازت بگیره، هیچ وقت اجازه نده کسی دریم تو رو بدزده. تا جایی که میتونی سر حال باش، بالا باش، رو پاد باش، قوی باش. Be the army of one. درست کردی؟ Be the army of one. یه لشکر یک نفره باشو، هزاران هزار نفر این تو بشن، اقلا هم محیط زیست خودتو میتونی عوض بکنی، اونو میتونی عوض بکنی. هر روز تا جایی که میتونی خوبی بکن، تا جایی که میتونی، لغت بدی خواهش میکنه نباشه، از خودت بده، از خودت بذار، از خودت بذار بیرون، تا جایی که میتونی کمک کن. نه به یه ایرونی دیگه، به خارجیش هم کمک کن، به سگ و گربه کمک کن. به خدا نعمتشو میبینی، به خدا خوبی بر میگرده، بدی بر میگرده. من بهتون قول میدم، قول میدم همه چی عوض خواهد شد. روشنایی پشت کوه طلوع خواهد شد خیلی به زودی. باید فایت، یعنی بجنگی با زندگی و کرونا و با فقری و همه اینا. نذار روزت امروز تموم بشه، با امید فردای بهتر فردا صبح پاشو، فردای اون با امید بهتر پاشو. و بهت قول میدم به اون دنیایی که خدا برای تو درست کرده بود با دست هم دادن به اونجا خواهیم رسید. یه چیز دیگه دیدم اینجا اونم بگم. بچه ها میخوان که من تو تیک آف و لندینگ یونایتد براتون ویدیو بفرستم. ما اجازه نداریم این کار بکنیم. اون چند تا ویدیو هم که من براتون فرستادم اینا روی کروز آلتیتود 36-38,000 فیت هست. ما تا 10,000 فوتی بهش میگن سایلنت اور استریل کاکپیت، نمیتونیم این کارو بکنیم. میدونم بچهای ایرانی این کارو میکنن، بچهای ترکیش ایرلاین و امارات اینجور کارا رو میکنن، ولی اف ای به ما اجازه نمیده که ما تیک آف لندینگ مون رو فیلم برداری کنیم. و شما به عنوان مسافر که پشت نشستی میخوای که تمام تمرکز خلبان جلو باشه، نه که داره فیلم بگیره و سلفی بکنه و اینجور چیزا. حالا بگذاریم. من پدر من سیاسی بود و
من 18 سالگی 17 سال خورده بگیم 18 سالگی از ایران اومدم بیرون، نصف زندگی من پدر من تو زندان اوین بود و خیلی بهش مشکل شد، ولی هنوز حاضر بزرگترین و بهترین دموکراتیک آدم دنیا بود برای من. دقت کردین، این پدر من حتی قبل از فوتشون 7-8 سال پیش که صحبت میکردیم میگو اگه انتخابات ایران بشه همه بیان سر میز بشینن، همه بیان، حتی پسر شاه بیاد بشینه. اینکه تو انقدر تو زمان شاه تو زندان بود، انقدر شکنجه شد و انقدر دوستاشو کشتن، باز میگفت حتی بچه شاه هم بیاد بشینه سر میز اگه مردم ایران خواستن بیاد باز دوباره پادشاهی کنه. و همین پدر ما تو زمان خمینی اینام تو زندان بود، 5 سال زیر زندان بود، 13 سال هم حبس این بود که نمیتونه از شهر خارج بشه، 18 سال تو زندان اینا و 9 سال هم تو زمان شاه، یعنی تقریبا نصف زندگی من پدر من تو زندان بود. ولی این مرد انقدر باوقار بود، انقدر با اهمیت بود که میگو هر کسی خواست بیاد، هر طبعی، هر دینی، هر مسلکی، هر شخصی، هر رنگی بیاد انتخابات مردم ایران قبولش کردن بیاد بره اونجا کارشو بکنه. و پدرم یه چیزی به من یاد داد، این یه درسی هستش که من به عنوان یه پدر مهربون، به عنوان یه دوست، به عنوان یه مربی میخوام به شما بگم. گفت اگر یه کسی یه روزی اومد از تو کمک خواست، کمک رو بهش بکن، این کمک رو به طرف بکن، بدون قبل از اینکه بیاد پلوی تو، این طرف رفت از خدا به دست و پا افتاده بود، از خدا خواهش کرده بود که بهش کمک بکنه و خدا گفت برو با برزو صحبت کن، خدا اونو فرستاده پلوی تو. اگه به تو شهینه، یکی اومد ازت کمک خواست، شهین بدون خدا گفت تو برو با شهین صحبت کن. اگه اسم تو عباسه، یکی از تو کمک خود کمک رو بهش بده، بدون چون بدبخت رفته به خدام دست پا شده، اون که خدا به تو فرستاده و با دست و عشق باز این کارو بکن. من میدون چقدر آدمایی میبینم خودشون شکم خودشون نمیتونن سیر بکنن، ولی حاضرن یک قسمت یک غذایی که دارن میخورن رو به بغلی هم بدن. پیرمرد پیرزن دیدم که نون خشک رو میگیره آب میزنه میبره بیرون به سگ و گربه میده، به خدا ارزش اومد 100 برابر اون آخوندیه که میره تو خیابون به دخترای مردم فوش میده. نمیدونم والا اگه کسی از تو کمک خواهش بهش بکن و این کمکم بدون تردید بکن. اینو تمومش کنیم براتون، عاشقتونم، هر روزتون نوروز، هر روزتون کریسمس، تو جایی که میتونیم بزنین و بخورین و میدونی دیگه چی بگم دیگه، حال کنین، موزیک بزنین برای خودتون، تنها هم که هستین انرژی رو به خودتون بدین، چون تویی که باید سر پا بایستی، گذشته گذشته، تویی که باید سر پا بایستی، تویی که باید مغزتو درست کنین، تویی که باید رویتو شاد بکنین، تو بشی دوتا، دوتا بشه چهارتا، چهارتا بشه 16 جب نمیگم و هزاران هزار نهال جدید خواهن اومد. بچه یه فیلم کوچولو براتون روش کردم، میخوام از صفحه بیام بیرون، مال چیزه برای ایویشنه و همین آقای تام کروز، این فیلم چیز تاپ گان، امیدوارم خوشتون بیاد. I love you. Citations. Only managed to shoot down 3 enemy planes in the last 40 years. Yet you can't get a promotion. You won't retire. Despite your best efforts, you refuse to die. Two-star admiral by now. Yet here you are. Captain. What is that? It's one of life's mysteries, sir. Get
instructor is one of the finest pilots this program has ever produced. His exploits are legendary. What he has to teach you may very well mean the difference between life and death. Your reputation precedes you. I have to admit I wasn't expecting an invitation back. They're called orders, Maverick. خب دوستان، نمیدونم تونستین اون ویدیو رو ببینین یا نه، ولی من توی تلویزیون گذاشتم براتون. امیدوارم که احساستون دست آورده باشین. اون تیکه آخرش خیلی دوست دارم، میگه که کسای نتو به آخر عمر رسیدن و روز آخرتونه. میگه شاید، ولی نه، امروز نیست، امروز روز آخر نیست، هنوز میشه فایت کرد. قربانتون برم، روتون رو میبوسم، امیدوارم خوب و سلامت باشین. بدونین که دنیا همون وان وی تیکت ماست و هیچ وقت نذارین که هیچ چیزی به شما غلبه بکنه. تا جایی که میتونین سر پا وایسین، تا جایی که میتونین حال بکنین و تا جایی که میتونین انرژی مثبت جلو بدین و اینا. من این ویدیو آخرم میخوام ببینم بیدنم پیداش کنم که براتون بذارم و ازتون خدافظی کنم تا دفعه آینده به امید خدا یه ویدیو دیگه براتون بذارم. این خانم خوشگلمون هم داره میبریم یه سفر دیگه با خودمون که حال بکنیم چند روز آینده و مطمئنن ملیه طبق معمول به شما، برای شما ویدیوهای خیلی میرسونه، خوب میرسونه به استوریا. تمام کارهای استوریه که من میبینیم و ویدیو کاریشونه با عقلم به اون جاها نمیرسه که بتونه به قشنگی درست بکنه و امیدوارم که خوشتون بیاد. اینم آهنگ One Way Ticket برای خداحافظی و من میخوام برم که کیا دوستان از فیزا جانز قربانت برم، امیر جان Thank you. Hassan John, love you very much. شما فرشته مای شمایی. مرتضی جان قربانه. علی جان خیلی ممنون. علی حمیدی قربانه. امیدوارم خوشتون اومده باشه از این لایو. از صمیم قلب ما شما رو دوست داریم. باشه عزیزم، بازم لایو برات میذارم. یا حق به ملیه سلام برسونم، حتما عزیز سلام میرسونم. محمد جان قربانت برم. فعلی با جان love you too، سلام بهشون برسونم حتما. علی جان
Goodbye, dear captain. قربانت برم. Goodbye. مرسی. آرمان جان دمت گرم. مرتضا جان love you. مرتضا you doing good thing for the kids. معلم عالی هستی مرتضا جان. مهدی جان خیلی ممنون. قربان شما هم برم. نسیم جان خیلی ممنون. اسمت هم بگم نسیم. قربانه. میر جان love you too. علی خانم قربان شما. خیلی ممنون. لطف کردیم بچه ها. تا دفعه بعد قربانتون. خداحافظ.